جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا سفر چهار روزه خود به شرق میانه را روز شنبه با اشتراک در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج در ریاض پایتخت عربستان سعودی به پایان رساند. بحث پیرامون توانایی های دفاعی منطقه به منظور رسیدگی به تهدیدهای ناشی از ایران و تلاش برای گسترش نقش منطقوی اسرائیل در محراق سخنان جو بایدن به رهبران عرب قرار داشت. در این نشست، علاوه بر رهبران شش کشور خلیج عرب، رهبران مصر، اردن و عراق نیز شرکت کرده بودند. قبل از این نشست، رئیس جمهور بایدن با رهبران هر سه کشور خارج از حوزه خلیج با صورت جداگانه نیز ملاقات کرد. من به اینجا آمدم که با شورای همکاری خلیج و نه کشور ملاقات کنم تا به امنیت و ضرورت‌های جهان آزاد به ویژه ایالات متحده رسیدگی کنیم و خلایی را در اینجا باقی نگذاریم. جو بایدن سفر خود به عربستان سعودی را روز جمعه با دیدار با شاه و ولیعهد آن کشور در تلاش برای عادی‌سازی روابط میان ریاض و اسرائیل آغاز کرد. ولی ملاقات رئیس جمهور بایدن با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با انتقادات تند برخی از قانونگذاران امریکایی، گروه‌های مدافع حقوق بشر و نامزد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد ریاض روبرو شد. بر اساس یافته‌های استخبارات ایالات متحده، جمال خاشقجی در سال 2018 با دستور ولیعهد عربستان سعودی کشته شد. و جو بایدن قبل از احراز کرسی ریاست جمهوری گفته بود که عربستان سعودی را در واکنش به قتل خاشقجی منفور خواهد ساخت. او یعنی ولیعهد عربستان سعودی گفت که شخصا مسئول آن نیست. من گفتم که به باور من او مسئول است. او گفت که شخصا مسئول آن نیست و افزود که در برابر آنان که مسئول بودند اقدام کرده است. همزمان با سفر جو بایدن به شرق میانه، نیروهای اسرائیلی روز شنبه گفتند که در واکنش بر راکت پراگنی ها از جانب غزه مواضع گروه حماس را هدف قرار دادند. یک روز قبل محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در دیدار با جو بایدن ناامیدی خود را به دلیل ناتوانایی واشنگتن به خاطر اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین ابراز کرد. مستر پرزیدنت، آقای رئیس جمهور، 74 سال پس از بیجا شدن فلسطینی ها و اشغال از سوی اسرائیلی ها، آیا زمان پایان این اشغال فرا نرسیده است؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که مردم ما آزادی و استقلالیت خود را دوباره کسب کنند؟ جو بایدن با وجود ابراز تأسف به خاطر بنبست در مذاکرات صلح گفت از طرح دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل حمایت می کند. حتی اگر زمان برای اثرگیری مذاکرات مناسب نیست، ایالات متحده و حکومت من از تلاش به خاطر نزدیک ساختن فلسطینی ها و اسرائیلی ها دست بردار نخواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان افزود که واشنگتن پالیسی حکومت دونالد ترامپ را معکوس کرده و سال گذشته بیش از نیم میلیارد دلار را به هدف کمک اقتصادی به فلسطینی ها فراهم کرد. جو بایدن وعده سپرد که امسال 200 میلیون دلار دیگر نیز فراهم خواهد کرد و 100 میلیون را برای شفاخانه ها در شرق بیت المقدس اختصاص خواهد داد. ولی فلسطینی ها در کرانه غربی رود اردن و غزه ادعا دارند که به دلیل گسترش ائتلاف اسرائیل با کشورهای عرب، جو بایدن آنچرا که آنان آپارتاید اسرائیلی می خوانند نادیده گرفته است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.